استاد پرویز مشکاتیان در 24 اردیبهشت 1334 در نیشابور به دنیا آمدند. خوشحالیم که ضبط این قطعه در سال روز 62 سال تولد ایشون داره ضبط میشه و این اجرا رو به روح بزرگ پرویز مشکاتیان تقدیم میکنیم. او آهنگساز، موسیقیدان، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نوازنده سنتور و ستار دارای سبک بود. آغاز موسیقیش زیر نظر حسن مشکاتیان پدر هست. از 6 سالگی در همون نیشابور پدر که با سنتور نوازی آشنا بود و ویولن و ستار هم مینواخت، آموزش اولیه پرویز مشکاتیان رو به عهده گرفت. تا پایان دوره متوسطه در پیشگاه پدر مشغول به تمرین بود. در سال 1353 وارد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد، رشته موسیقی، و در اونجا زیر نظر نورعلی خان برومند به آموختن ردیف‌های میرزا عبدالله پرداخت و موسیقی سنتی رو نزد داروش صفت آموخت. همزمان آموزش ردیف موسیقی ایرانی رو نزد اساتید چون محمد تقی مسعودی، دکتر مهدی برکشلی، عبدالله دوامی، سعید هرمزی، یوسف فروتن و همچنین احمد عبادی ادامه داد. او در مرکز حفظ و اشای موسیقی مشغول به کار شد و در فعالیت اجرایی و نوازندگی سنتور آهنگسازی به همکاری با این مرکز پرداخت. او سبکی به خصوصی در شیوه سنتور نوازی ایران ایجاد کرد که بسیار قابل توجه هست. همچنین در شیوه آهنگسازی و شیوه ملودی سازی در موسیقی ایران تحول چشمگیری ایجاد کرد. در این سالها قطعاتی برای هم نوازی گروه‌های ایرانی و ارکسترال و همچنین تلفیقی سازهای سمفونیک با سازهای ایرانی و همچنین ساخت تصنیف‌ها و تکنوازی‌ها پرداخت و کنسرت‌های متعددی رو با خانم پریسا و هنگامه اخوان اجرا کرد. در سال 1356 گروه عارف رو تشکیل داد با همکاری استاد حسین علیزاده. در آزمون موسیقی باربد که به ابتکار نورعلی خان برومند برگزار می شد، همراه استاد پشنگ کامکار تونست مقام نخست آزمون رو در رشته سنتور به دست بیاره و در همین آزمون استاد دارش طلایی در رشته ردیف نوازی رتبه اول رو به دست آورد. او با افسانه شجریان، دختر استاد محمد رضا شجریان، ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام‌های آوا و آئین شد. او از سال 1356 همکاری خودش رو با رادیو زیر نظر هوشنگ ابتهاج آغاز کرد، ولی بعد از واقعه 17 شهریور 1357 از رادیو استعفا داد و مؤسسه چاوش رو به صورت مستقل با همکاری محمد رضا لطفی و حسین علیزاده تشکیل داد که مصادف بود با تأسیس گروه عارف و شیدا. و در همون دوره با شهرام ناظری تصنیف مرا عاشق برای شعر مولانا رو ساخت. از سال 58 تا 67 با محمد رضا شجریان همکاری بسیار نزدیکی داشت و آثار ماندگاری چون بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا که مرکب نوازی هست در است، دستان، گنبد مینا و جان عشاق بود که در همین اونها سنتور نواخت و در سر عشق به عنوان نوازنده ستار و در جان عشاق فقط به عنوان آهنگساز همکاری کرد. او کارهای بسیار پرباری با حسین علیزاده به عنوان سرپرست گروه عارف و شیدا و همچنین محمد رضا لطفی به عنوان سرپرست گروه شیدا داشت. در یک دوره با قطع همکاری با محمد رضا شجریان، همکاری خودش رو با علی جهانداری، وجه بستامی، علی رضا افتخاری، حمیدرضا نوربخش، علی رستمیان و شهرام ناظری ادامه داد. او در فستیوال روح زمین در کشور انگلستان مقام نخست رو به دست آورد. از سال 76 اجراهای صحنه‌ای و انتشار آلبوم رو متوقف کرد و تا تابستان 1384 کنسرتی اجرا نکرد. از واپس این کارهای او کنسرت آلبوم تکنوازی تمناست که در سال 84 منتشر کرد و در روزهای 6 تا 9 آذر 86 با
به عنوان سرپرست گروه عارف بعد از سالها در تهران به همراهی امیررضا نوربخش بر روی صحنه رفت. در سال 86 با رفتن به کنسرت استاد محمدرضا شجریان رابطه این دو استاد بزرگ موسیقی دوباره بعد از یک دهه تیرگی برقرار شد و لوح تقدیر خانه موسیقی به واسطه یک عمر فعالیت هنری رو از دست محمدرضا شجریان به عنوان رئیس شورای عالی خانه موسیقی در 23 مهر 86 دریافت کرد. او کتاب‌های بسیار زیادی رو منتشر کرده که بیشتر اونها توسط علیرضا جواهری و همچنین محسن غلامی نوت‌نویسی و گردآوری شده. همچنین ارشد طهماسبی در کتاب 20 قطعه برای سنتور گردآوری این کتاب رو به عهده داشته و سعید نعیمی منش در کتاب دستور سنتور زحمات زیادی رو برای تدوین کتاب کشیدند. کتاب‌های 20 قطعه برای سنتور بیداد که شامل دو نوازی سنتور هست، دستور سنتور، گلائین، کتاب بیداد برای سازهای ایرانی که شامل پارتیتور این قطعه هست، گلاوا، قطعاتی برای سنتور، چکات که پارتیسیون قطعه چکات برای سازهای ایرانی هست، مجموعه تصانیف در دو جلد، کتاب سولائین باز قطعاتی برای سنتور، رزم مشترک برای آواز و گروه سازهای ایرانی پارتیسیون هست، لاله بهار و همچنین مجموعه تصانیف جلد سوم هم در سال 1382 انتشار یافت. پیروزی باز پارتیسیون برای گروه سازهای ایرانی، واژه آزادی همینطور، محبوب من وطن همینطور، در کوچه باغ‌های ترنم که مجموعه کامل آثار پرویز مشکاتیان در یک جلد هست. شعر بی واژه که شامل 8 جلد مجموعه آثار و تکنوازی ها و نوت نویسی هایی هست که توسط محسن غلامی گردآوری و توسط مؤسسه چکاد هنر منتشر شد. او در 30 شهریور ماه سال 88 در منزلش در تهران در سن 54 سالگی به درود حیات گفت. علت درگذشت او نارسایی قلبی اعلام شد. در مراسم تشییع پیکر او در 4 مهر در نیشابور حدود 15,000 نفر شرکت داشتند. همچنین هنرمندانی مانند حسین علیزاده، محمدرضا درویشی، همایون شجریان، کیوان ساکت، حمیدرضا نوربخش، علی رستمیان، محمدرضا رستمیان، شهریار مهاجر و پژمان طاهری هم در این مراسم حضور داشتند. و گروهی از دانشجویان دانشکده هنر نیشابور به نشانه عزا سازهای خودشون رو کفن پوش کردند و گروه موزیک شهر نیشابور در طول مراسم مارش عزا اجرا کردند. او در جوار مقبره عطار نیشابوری به خاک سپرده شد. بهرام بیزایی و محمدرضا شفیعی کدکنی در سوگ او دست به قلم شدند و مدیحه سرایی کردند. آلبوم های چاوش 4, 6, 7, 12 از آثار اوست. آذرستون، بیداد، آستان جانان، سر عشق، لاله بهار، نوا، دود عود، دستان، افشاری مرکب، افق مهر، خلوت گزیده، مژده بهار، صبح مشتاقان، قاصدک، جان عشاق، گنبد مینا، کنج صبوری، وطن من، موسم گل، کنسرت 76 گروه عارف، کنسرت فستیوال مولانا در ایتالیا، لحظه دیدار، 20 سال با پرویز مشکاتیان 1 و 2، کنسرت راسپنجگاه، پس پرده، سرو آزاد، مقام صبر، 20 قطعه برای سنتور، تمنا، دو نوازی، همایون و سگاه و طریق عشق که آخرین آلبوم ایشون با استاد شجریان بود که در سال 95 توسط ایرانگام منتشر شد. نوت نویسی چند قطعه برای تار و ستار توسط این جانب از آثار ایشون که به سفارش و حمایت احسان کلانترپور نوازنده تار ساکن سوئد انجام شده و همراه اجرا و آموزش اونها در آینده تقدیم دوستان خواهد شد. امیدواریم که قدمی باشه در راه پیشبرد نوازندگی تار و ستار که به واسطه اجرای این آثار صورت میگیره و میتونه در مضراب گذاری و نحوه نگاه ما به تار و ستار کمی تغییرات ایجاد کنه. ای دوست، وقت خفتن و خاموشیت نبود و از این دیار دور فراموشیت نبود. تو روشن آسود وطن بودی و چو آب با خاک تیره روز
هم آغوشیت نبود. یادش گرامی باد.